نگاهی گذرا به طول عمر این نظام، دقیقاً بعد تثبیت قدرت اولین اقدام خمینی و روحانیت، مخصوصاً آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، خود به عنوان عامل اصلی و شروع کننده اعمال زنگیزانه رژیم با وضع قانون حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی در ارتش که بعد به مدارس و دانشگاه ها و حتی وسایل حمل و نقل عمومی گسترش ها، زنان ایران را که در عرصه های اجتماعی و سیاسی از جمله در وزارت، قضاوت، پارلمان و ارتش، پلیس و ورزش حضور فعال و تأثیرگذار داشتند، مجبور به خانه‌نشینی نمودند. نگاهی ایدئولوژی و تحقیری سردمداران نظام نسبت به زنان که به خانه‌داری و شوهرداری و فرزندآوری محدود میشد، با وضع قوانین اسلامی ضد زن برای محدود نمودن زنان به اقدامات وحشیانه توسط عوامل رژیم، از جمله سوزن زدن و رنگ پاشیدن به سر و صورت بانوان و دستگیری و شلاق و جریمه نقدی و در نهایت تعصب به اسید پاشی منجر گردید. و فاجعه بارتر، بعد از این همه مبارزه و فعالیت های فعالان حقوق زنان، هفته قبل رئیس قوه قضاییه در وقاحتی باور نکردنی در سیمای کشور از آتش اختیاران نظام که مستقیما از رهبری دستور میگیرند، به بهانه آمران معروف هم حمایت کرده و امامان جمهوری سراسر کشور که توسط خامنه ای انتخاب می شدند، برخورد وحشیانه با زنان را ترویج و مورد حمایت قرار می دهند و علت سیل و زلزله و مشکلات مردم را به عدم رعایت حجاب توسط زنان دانسته و حتی با دوچرخ سواری با رعایت حجاب مخالفت نموده و از جلوگیری حضور زنان در ورزشگاه ها دفاع می نمایند. با توجه به خیانت و فساد سیستماتیک و ایجاد انحراف و انحطاط در جامعه توسط نظام و مشکلات معیشتی که نتیجه آن از هم پاشیدگی نهاد خانواده بوده، بیشترین صدمات متوجه زنان و زنان سرپرست خانواده گردیده. فشار و عدم حمایت و پشتیبانی شرایط را به اندازه غیر قابل تحمل نمود که متاسفانه تن فروشی و فروش اعضای بدن از کلیه، کبد و قلب اجبار به ازدواج زودهنگام و استفاده معدل کودکان کار را اجبار کودکان به ازدواج زودهنگام، استفاده از کودکان برای کمک به زندگی، معدل کودکان کار را به وجود آورد و کودکان مصدوم که به جای تحصیل و بازی با همسالان و حضور در قانون خانواده به ناچار مشغول به کار و بعضاً کارهای سخت شدند و متاسفانه چه از جنبه سختی کار و چه از لحاظ جنسی مورد بیشترین سوء استفاده ها قرار گرفتند. نظام جهل و جهل با توجه به تمام هشدارهای فعالان و دلسوزان جامعه و اختارهای جلانه حقوق بشری و بین‌المللی، نه تنها اقدامی در رفع این مشکلات ننموده، فاجعه‌بارتر که با انکار و چشم‌پوشی خود به نوعی عامل مافیای صدور دختران و پسران کشور و تجارت جنسی تبدیل شدند. با توجه به وضعیت اسفبار موجود سایر پیش روی ما قرار میگیرد که وظیفه تک تک ایرانیان چه در داخل و چه خارج و فعالان جهان چه میباشد. در این راستا ما ایرانیان مقیم اتریش با عنوان بخشی از مردم ایران از جامعه جهانی و کانونها و فعالان حقوق بشر و مخصوصا دولت اتریش و اتحادیه اروپا در حمایت از زنان و کودکان کار میخواهیم. یک، برخورد نظام فاسد و سفاق را نسبت به زنان جامعه و سرنوشت سود از آنگار محدود نماید. دو،
از رؤسا و نمایندگان زن کشورها و جوامع بین‌المللی می‌خواهم ضمن محکوم بودن حجاب اجباری در موقع حضور در ایران برخلاف نظر خود اقدام به رعایت حجاب ننمایند که عملشان حمایت از نظام و توهین به مبارزان و توهین به مبارزان و برنامه کشور تلقی می‌گردد. سه، خواهان حقوق برابر زنان از جمله در ارث، دیه و تصویب قانون منع ازدواج کودکان زیر سن قانونی، حق کسب و کار و حضور در تمام فعالیت‌های زندگی می‌باشد. چهار، با توجه به ثروت و سرمایه کشور، خواهان حمایت همه جانبه از زنان و سرپرست خانه‌ها و کودکان کار و برخورداری از تمام امکانات رفاهی و تحصیلی و اجتماعی توسط دولت می‌باشد. پنج، در نهایت خواهان لغو تمام قوانین قرون وسطایی علیه زنان ما در ایران هستیم، به امید روزی که زنان شجاع گوش و دوش و در کنار مردم در ساختن ایران به عنوان یک شهروند و برخوردار از تمام حقوق برابر حضور داشته و موجب سربلندی ایران زمین را فراهم نمایند. درود بر زنان شجاع و پیشتازان مبارزه علیه نظام فاسد فاشیسم دینی این فرقه تبهکار پاینده ایران سربلند ایران.